امسال کمتر خرج کردند. خودشان آمدند تا کمتر به سخنرانهای اجاره‌ای پول بدهند. این یعنی دیگر کار از دم خروس و پشت پرده ماندن و امثال اینها گذشته. خدا حافظ. سعودی ها به پاریس رفتند با کاروانی از عرب های ظاهراً ناراضی از ایران. توانستند وطن فروشان ایرانی را هم با خود همزبان کنند. اینجا هر سال برای جماعتی مجوز گرد همایی از دولت فرانسه گرفته می شود که برای منافقین اجیر شده اند. خرج می کنه برای خرید پارلمانترا و نماینده ها و شخصیت های و مردمی که بیارتشون اینا رو تو این که برای مریم رجوی هورا بکشن. این ترکی بن فیصل آل سعود، شاهزاده 71 ساله سعودی است که احتمالاً به واسطه جایگاهش در دربار سعودی هزینه های ضیافت منافقانه پاریس را تمام و کمال پرداخت کرده. خوب تشویقش میکنند. زاده مکه است. 22 سال رئیس سازمان اطلاعات عربستان بوده. 3 سالی هم سابقه سفیر بودن در آمریکا را در کارنامه‌اش دارد. چند سالی است نقش بلندگوی غیررسمی عربستان سعودی را در محافل مختلف بازی میکند. این لب مطلبی است که در همایش سالانه منافقین گفت. انتم. من هم مثل شما خواهان سرنگونی نظام ایران هستم. از صمیم قلب و ضمیرمان با شما هستیم و از شما حمایت می‌کنیم. تحلیل‌های مختلفی درباره چرایی علنی شدن حمایت سعودی‌ها از منافقین مطرح است. بعضی معتقدند آمریکا و رژیم صهیونیستی ریاض را به این خیال رساندند که می‌تواند جلوی ایران قد علم کند. تحلیل دیگر ناظر بر ماجراجو شدن حکام عربستان است. پناه بردن عربستان سعودی به سازمانی که ورشکستگی سیاسی خودش رو اعلام کرده بیانگر شکست سیاست‌های ریاضه. عربستان سعودی با این اقدام نشون میده که حاضره به هر گروهی برای مقابله با ایران متوسل بشه. عربستان با این گام در مسیر اشتباهی حرکت میکنه. در کنار سعودی ها و شرکا، هیئت آمریکایی هم در بزم منافقین حضور پررنگ و معناداری داشت. از هر دو طیف سیاسی آمریکا، یعنی جمهوری خواه و دموکرات، به منافقین در باغ سبز نشان دادند. از هواردین دموکرات گرفته تا جان بولتون جمهوری خواه دو آتشه، هر کدام از این آمریکایی ها سمتی دولتی داشتند و قاعدتا در دولت بعدی آمریکا هم نقش آفرینی می کنند. تنها یک راه حل وجود دارد. باید از مخالفان ایرانی که خواهان سرنگونی نظام تهران هستند حمایت کرد. باید صریح باشیم. چهره های عجیب و غریب در این نشست کم نبودند. نمونش همین سعید آبدینی که به جرم جاسوسی دستگیر شده بود و بعد از توافق هسته‌ای آزاد شد. نمایندگان همدل و همراه با منافقین در پارلمان اروپا، انگلیس، فرانسه و کانادا هم در این نشست شرکت کردند. مشهورترین آنها خوزه مانوئل باروسو رئیس پیشین کمیسیون اروپا بود که در این گردهمایی با منافقینی که تا همین چند سال پیش در اروپا و آمریکا تروریست محسوب می‌شدند اعلام همبستگی کرد. در حالی که هنوز وزارت امور خارجه ما موضع‌گیری رسمی درباره کنسرت منافقانه و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی در فرانسه نداشته، انور قرقاش وزیر امور خارجه امارات به شکل علنی از رئیس سابق جاسوسان سعودی قدردانی کرده و گفته حضور ترکی فیصل در نشست منافقین شجاعانه بوده. احتمالاً منظورش از این قدردانی این است که فیصل حرف دل حکام عربی را که زیر بلیط سعودی هستند زده. حالا این سوال در محافل مختلف مطرح است که اقدام متناسب ایران در قبال این قضیه چه باید باشد؟ اعتراضات مرسوم دیپلماتیک یا گزینه‌های دیگر؟